رهبر حزب سیریزا مخالفت با افزایش مالیات‌ها و کاهش خدمات عمومی را محور مبارزات انتخاباتی‌اش قرار داده بود. سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی نارضایتی زیادی در یونان به وجود آورده و رهبر حزب متمایل به چپ سیریزا هم که از ابتدا با اعمال این روش‌ها مخالف بوده می‌گوید این سیاست‌ها توسط ترویکا یا مثلث اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به یونان تحمیل شده و فاجعه بار بوده است. امروز تصمیم خواهیم گرفت که آیا فردا ترویکا به یونان باز می‌گردد و تعهداتی را که نخست وزیر به گردن گرفته اجرا خواهد کرد یا نه. تعهداتی که به معنای کاهش بیشتر دستمزدها و حقوق بازنشستگی و افزایش مالیات هاست. آیا سیاست‌های مصیبت بار سختگیری و صرفه‌جویی اقتصادی تا ابد ادامه خواهد یافت و یا مردم یونان با انتخاب راه دیگری به هر آنچه که مستقیماً دست می‌یابند؟ من به تکمیل این قدم توسط مردم و بازگشت عزت و سربلندیمان خوشبینم. آخرین نظرسنجی‌های پیش از رأی‌گیری نشان می‌دهد که تعداد زیادی از رأی‌دهندگان یونانی که ثبت نام کرده بودند تا آخرین لحظات تصمیم قطعیشان را نگرفته بودند و آنتونیوس سامارنس نخست وزیر یونان که 2.5 سال پیش به قدرت رسید امیدوار بود بتواند این گروه را به حمایت از حزبش قانع کند. یکی از ساکنان آتن پایتخت یونان هم می‌گوید مطمئن است که حزب سیریزا اکثریت آرا را به دست خواهد آورد، ولی امیدوار است پس از پیروزی از تفرقه دوری کرده و دولت وحدت ملی تشکیل دهد. قرار است نهادهای بین‌المللی اقتصادی و اتحادیه اروپا به منظور نجات اقتصاد یونان بسته‌ای به ارزش 270 میلیارد دلار در اختیار آن کشور بگذارند و پیروزی حزب چپگرای سیریزا در انتخابات امروز یونان باعث می‌شود تا دولت آتی بتواند بار دیگر در مورد شرایط اعطای آن مذاکره کند. قرار است نهادهای بین‌المللی اقتصادی و اتحادیه اروپا به منظور نجات اقتصاد یونان بسته‌ای به ارزش 270 میلیارد دلار در اختیار آن کشور بگذارند و پیروزی حزب چپگرای سیریزا در انتخابات امروز یونان باعث می‌شود تا دولت آتی بتواند بار دیگر در مورد شرایط اعطا و دریافت آن مذاکره کند. یگانه یارسباران، صدای آمریکا.